حسن رشید العبایچی دبیر کل آستان مقدس حسینی در اختتامیه جشنواره تراتیل سجادیه خواستار حفظ آثار اهل بیت علیهم السلام برای محافظت از نسل‌ها در برابر انحرافی شد که ارتش سایبری در جنگی خاموش برای آن تلاش می‌کند. گفتنی است جشنواره بین‌المللی تراتیل سجادیه همه ساله همزمان با ایام شهادت امام سجاد علیه السلام به همت عتبه حسینی در شهر مقدس کربلا برگزار می‌گردد. نهمین دوره از این جشنواره روز جمعه 20 مرداد با حضور نمایندگانی از کشورهای عربی و اسلامی کار خود را آغاز کرد. انسیف جاسم الخطابی با حضور در نشست ستاد مرکزی اربعین در محل وزارت کشور با اعلام آمادگی کامل برای استقبال هر تعداد از زائران ابراز امیدواری کرد زائران به سلامت به زادگاه خود برگردند. وی تأکید کرد همه دوایر استانداری کربلا و عتبات مقدس حسینی و عباسی، مواکب و نیروهای امنیتی در خدمت زائران هستند. الخطابی ادامه داد کشور عراق و استانداری کربلا تجربه و مکانیزم خوبی برای هدایت و برگزاری مراسم زیارت اربعین دارند. این دوایر پس از زیارت عاشورا بلافاصله خود را برای زیارت اربعین آماده کردند و دو روز است که برنامه‌های امنیتی آغاز شده است. بخش نیروهای خدماتی کربلا، عتبه حسینی و عتبه عباسی برنامه خود را از قبل آماده کرده است. وی همچنین خبر از آمادگی 170 مینیبوس، 11 اتوبوس و 150 کامیون علاوه بر سازماندهی های داده شده برای بازگشت زائران به مرزها خبر داد. مراکز درمانی وابسته به حرم مطهر امام حسین علیه السلام در پی اعلان رایگان بودن تمام خدمات درمانی در این مراکز برای همه شهروندان عراقی به مدت 40 روز از طرف تولیت شرعی حرم شاهد استقبال گسترده شهروندان عراقی است. در همین راستا شیخ عبدالمهدی کربلایی گفت در چارچوب طرح عطاءالحسین درمان بیماران در تمامی مراکز درمانی وابسته به آستان قدس حسینی از 20 محرم الحرام تا پایان ماه صفر رایگان انجام می شود. شیخ کربلایی افزود امام حسین علیه السلام همه چیز را به بشریت بخشید و از همین رهگذر پذیرش بیماران در تمامی مراکز درمانی وابسته به آستان مقدس حسینی از 20 محرم تا پایان ماه صفر رایگان خواهد بود. وی افزود این ایده شامل همه شهروندان عراقی می شود و ثواب آن برای امام حسین علیه السلام خواهد بود. گزارش ها حاکی از آن است که در نتیجه غرق شدن قایق حامل مسلمانان روهینگیا که قصد داشتند به مالزی بروند دست کم 23 نفر جان خود را از دست دادند. صدها هزار مسلمان روهینگیا از زمان آغاز نسل‌کشی توسط ارتش میانمار و گروه‌های بودایی از کشور گریختند. مسلمانان روهینگیا برای فرار از نسل‌کشی ارتش میانمار تلاش می‌کنند از طریق دریا کشور را ترک کنند. بسیاری از قایق‌های حامل مسلمانان روهینگیا که قصد عزیمت به کشورهایی مانند مالزی و اندونزی را داشتند قبل از رسیدن به این کشور غرق می شوند. منابع عراقی گزارش دادند که جنگنده‌های ترکیه‌ای روز یک شنبه منطقه نهیل در استان دهوک واقع در شمال عراق را بمباران کردند. منابع عراقی همچنین از حمله پهپادی ترکیه به منطقه توریستی در استان سلیمانیه عراق خبر دادند. گفتنی است ترکیه طی 8 ماه اخیر 82 بار به شمال عراق حمله کرده است که بر اساس گزارش میدل ایست نیوز بر اساس آمار شبکه رودوا طی سالهای 2015 تا 2023 میلادی حملات ارتش ترکیه به شمال عراق به کشته شدن 147 نفر و زخمی شدن 219 نفر دیگر منجر شده است.
پس از هشدارهای اسلام آباد نسبت به انجام عملیات نظامی در خاک افغانستان، مرکز مطالعات صلح پاکستان از دولت این کشور خواست تا سیاست واقع بینانه در برابر طالبان اتخاذ کند. موضوعات محوری این نشست افزایش تهدید تروریسم توسط تحریک طالبان پاکستان، TTP، داعش و سایر گروه‌ها در پاکستان بود. به باور کارشناسان، ابتکار پاکستان برای حصارکشی مرزی افغانستان نمیتواند به طور کامل در متوقف کردن تروریسم فرامرزی طالبان مؤثر باشد. رسانه‌های عراقی اعلام کردند هیئت مبادی مرزی عراق در تمامی 10 نقطه مرزی خود اعلام آماده باش کرد. علاءالدین القیسی سخنگوی این نهاد اعلام کرد تمامی کادرها و نیروها برای استقبال از زائران مراسم اربعین امام حسین علیه السلام در شهر کربلا به حال آماده باش در آمدند و در حال حاضر روزانه بین 15 تا 25 هزار زائر وارد کشور عراق می شوند. به گفته این سخنگو، آمادگی برای بزرگداشت زیارت اربعین همچنان ادامه داشته و هیئت مبادی مرزی به تمامی نیروها و کارمندان خود در تمامی مرزها شامل صفوان، شلمچه، زرباتیه، شیب، مندلی، منظریه و قائم در کنار فرودگاه‌های نجف، بغداد و بصره آماده باشه کامل داده است. وی خاطر نشان کرد ورود زائران اربعین عملاً آغاز شده و اکنون شاهد عبور 15 تا 25 هزار زائر در روز از این نقاط مرزی هستیم که پیشبینی می شود روز به روز بر تعداد این ورودی ها افزوده می شود و مجموعاً به حدود 4 تا 5 میلیون زائر از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی، اسلامی و سایر نقاط جهان برسد. به گفته رسانه‌های عراقی، عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق روز یک شنبه دستور داد 4 نقطه مرزی صفوان، شلمچه، شیب و زرباتیه به شکل 24 ساعته برای عبور زائران اربعین فعال باشند. دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت این سازمان گفته که داعش توان عملیاتی خود را در افغانستان بالا برده و تهدیدی جدی برای افغانستان و منطقه است. در گزارش از دسترسی سنی‌های تندروی داعش به سلاح‌های ناتو و ورود سلاح به کشورهای منطقه ابراز نگرانی شده است. در این گزارش شمار نیروهای داعش در افغانستان 4 تا 5 هزار نفر گزارش داده شده. در این گزارش دولت‌های عضو درباره خطر سلاح‌های بجامانده از ناتو برای امنیت کشورهای منطقه ابراز نگرانی شده است. این دولت‌ها تصور می‌کنند که حجم بزرگ این سلاح‌ها می‌تواند توسط سنی‌های تندروی داعش و گروه‌های وابسته به طالبان و القاعده مانند تحریک طالبان پاکستان به کشورهای منطقه انتقال یابد.